اخیراً 14 نفر از فعالان مدنی سیاسی در ایران در دو بیانیه صریح اللحن از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند که از رهبری استعفا بدهد. قانون اساسی برای گذار جامعه به نظام دموکراتیک از بنیان تغییر کند تا به زعم آنها با این خواست مصرانه بشود کشوری بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانه اشخاص، بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی، بی نیاز به دولتی بی اختیار و بی نیاز به قوه قضاییه بی استقلال را برای ملت ایران فراهم کرد. جواد لعل محمدی یکی از امضا کنندگان این دو بیانیه مهمان من در این برنامه است. آیا درخواست های اونها هرچند شجاعانه خیال پردازانه نیست؟ آقای جواد لعل محمدی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم از شما که این زمینه رو فراهم آوردید تا صدای ما رو مردم بشنوند و دلایل ما رو برای نوشتن این نامه بدونند. آقای محمدی، شما در هر دو بیانیه‌تون بسیار صریح و روشن دو عنصر هویتی و حیاتی جمهوری اسلامی را نشانه گرفتید. در واقع خواهان سرنگونی نظام سیاسی کشورتون شدید. چه چیز شما رو واداش که این بیانیه ها را صادر کنید؟ بنده ترجیح میدم واژه گذر از نظام جمهوری اسلامی رو به کار ببرم. ببینید، تجربه تلخ سالیان گذشته نشون داده که مشی ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک مشی حکومتی مؤثر نیست و موفق نبوده. به همین دلیل هست که ما تمام تلاشمون رو به خرج دادیم. این جز حقوق مسلم شهروندی ماست. اصلا یک امر عادی و پیش پا افتاده است. در تمامی کشورها این هست. بنده بر اساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق رو اومدم ابراز کردم در نامه. همه مردم میتوانند این کار رو بکنند. خود آقای خامنه ای هم در سفری که به مشهد داشتن توی حرم اعلام کردند که ما هر کسی انتقادی داشت ابراز کنه. بنده بر اساس حرف ایشون، بر اساس حکمی که در قانون اساسی آمده برای من حق قائل شده، بر اساس حق شهروندیم اومدم یک مسئله بدیهی و پیش پا افتاده رو که در کشورهای دیگر مرسوم هست اومدم ابراز کردم و گفتم من با نظام شما موافقت ندارم، شما موفق نبودید و به همین دلیل میخوام که از این نظام گذر کنم، شما کنار برید تا جامعه آزاد داشته باشیم، دموکراتیک، همه بتوانند بیان و در یک رأی‌گیری زیر نظر سازمان ملل حقوق خودشون رو ابراز کنند. این نامه از درون همین جغرافیا، از درون همین نظام اومد مطرح شد و درد مردم بود و همین دلیل بود که مورد اقبال نسبی قرار گرفت، الان در حد پویشه و من معتقدم که اگر مردم آگاهی لازم رو پیدا کنن این پویش به جنبشی تبدیل خواهد شد که به صورت آرام و مسالمت آمیز و اعتراض مدنی میتواند دولت رو مجبور جایگزینی کنه. بسیار خوب، ولی درخواست های شما در عین حال هم به این معناست که شما معتقد شدید که نظام حکومتی فعلی ایران قابل اصلاح نیست و بایستی تغییر کنه. کاملا بله، نظام فعلی ایران قابل اصلاح نیست. عرض کردم طی سالیان گذشته بنده یک معلم هستم، لباس معلمی دارم، تا دیروز فعالیت‌های مدنی می‌کردم، حوزه فعالیت من آموزش پرورش بوده، رفع مشکلات بوده. چندین بار این مسئولین همین نظام قول دادن و به وعده‌هاشون عمل نکردن. این نمونه‌ای از جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم در اون. کارگران همین مشکل رو دارن، کشاورزان همین مشکل رو دارن، فعالان محیط زیست ما مفسد شناخته میشن، روشنفکران ما با سنگ و چوب اخراج میشن از این مملکت، جوانان ما بهترین رتبه های کنکور رو میارن و مجبور به مهاجرت میشن. اینها همه دلایلیه که
نشان میده این نظام یک نظام ناموفقیه. ولی آیا قبول دارید که کماکان بخشی از مردم، بخش قابل ملاحظه ای از فعالان سیاسی و مردم همچنان به امید اینکه این نظام اصلاح پذیر باشه در چارچوب همون اصلاحاتی که چندین سال بحثش هست میتونه تغییر بکنه؟ من با نظر حضرت عالی موافق نیستم. اینطور نیست. جامعه ما اون اولیگارشی مانده نظام حدود 7-8 میلیونه موافقت دارند با موندگاری این نظام، اما در همون اصلاح طلب ها هم وقتی نگاه میکنید امروز اردوها از اردوی خودشون به اردوی گذر از نظام دارن مهاجرت میکنن، اونها هم موافقتی ندارن، میدانن که روششون، روش اصلاحیشون تا حالا موفق نبوده. چرا که مملکت ما مبتنی بر نظرات یک شخص داره اداره میشه، استبداد رأی درش هست. من استدلالم در این زمینه این است که، یعنی این رو توهین واقعا به شعور خودم میدونم، نماینده مجلس میاد از پشت تریبون رسمی و در حضور رئیس جمهور اعلام میکنه که نه تنها رئیس جمهور از خودش اختیاری نداره که نماینده های مجلس هم کاری نیستن. خب این نشاندهنده استبداد رأیه که در این مملکت وجود داره. بنده معتقدم مردم گذر کردن از این نظام، اما دچار یک سکوت قبرستانی هستند، آرامش قبل از طوفان رو دارن. الان با این بیانیه‌ای که ما صادر کردیم، خب بسیاری از مردم دارن همراهی میکنن، یک عده دیگر دارن تأمل میکنن. خب این لازم هست، قابل احترام، شک و تردید دارن. سالیان سال این نظام شک و تردید رو در بین مردم رواج داده، ریاکاری رو رواج داده، حق دارن که با مسائل به دیده شک نگاه کنن. ولی آقای محمدی، از بخوام حرفتون رو قطع میکنم، شما چطور میخواهید که این دست درخواستاتون رو عملی بکنید؟ شما در واقع از نظام میخواهید که خودش رو سرنگون بکنه؟ یعنی یه مقداری به نظر ممکنه شما رو متهم کنن که خیال پردازید. ما خیال پرداز نیستیم. از نظام هم نمیخوایم که خودش رو سرنگون کنه. این امر مسلمیه که نظام چنین کاری رو نخواهد کرد. خطاب ما مردم هستن. بنده به عنوان یک فعال مدنی امروز وارد مبارزه ای شدم که اون رو تا آخر ادامه خواهم داد. این رو به نمایندگی از این 14 نفر دارم اعلام میکنم. اینها یک مشکلات رو شناختن، برخلاف بیانیه‌های مرسومی که تا حالا بوده، خطابش به شخص رهبر بوده و بیشتر به دردها اشاره داشته، این نامه ما به درمان اشاره کرده، یعنی عبور از نظام جمهوری اسلامی. این عبور سبب میشه که مردم بتوانند این پویش رو به یک جنبش تبدیل کنند به صورت آرام و دموکراتی، همونطور که ببینید خواسته های کامیونداران یک خواسته صنفی بود، اما با یک اعتصاب مدنی و آرام و دموکراتی حقوق خودشون رو از دولت گرفتن. برخلاف این قضیه که دولت با اینها مستبدانه برخورد میکنه، بنده میخوام به همکاران خودم در زندان اشاره کنم، آقای عبدی، آقای بهشتی، آقای حبیبی، آقای مردانی، جناب آقای زحمتکش، آقای لطف‌الله میثمی و آقای قنبری. اینها کسانی هستند که امروز در زندان هستند. این چهار تا معلم هستند. من امروز شنیدم که دیشب شنیدم که یکی از همکاران ما که اسوه و الگوی همه ماست، جناب آقای رحمتی، مردی که دائم روزه است، این مرد رو دادگاه شهر رضا به 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق در ملاء عام محکوم کرده. این نشان بی‌تدبیری نظامه. آقای محمدی، ولی شما بحثتون اینه در بیانیه که شما میخواین که شما در واقع پیش قراول یک حرکت ملی میخواین باشید. به چه شکل میخواین این حرکت ملی رو ترتیب بدین؟ از مردم چی میخواین در واقع؟ میخواین چه کار کنن؟ ببینید، ما این حرکت یک مقصدی داره، یک مبدعی داره و یک مقصد.
ما یک مبارزه ای رو شروع کردیم، این مبارزه رو تا مرحله ادامه میدیم و بعد از اون روشنفکران ما هستن، مردم ما هستن که همراهی کنن و روشنفکران ما هستن که در خارج از کشور برنامه بریزن، قانون اساسی جدید رو بنویسن. من نامه‌های رو در پشتیبانی از بیانیه خودمون دیدم، یک نامه 500 نفری رو خوب دیدم که واقعا از تمام گروه‌ها و جبهه‌ها و احزاب مختلف در اون حضور داشتن، همه هم افراد شاخص، کسانی که سیاست رو خیلی خوب میفهمند، کسانی که درد مملکت رو به خوبی میتوانند برنامه‌ریزی کنند. من به عنوان یک معلم و به عنوان کسی که این مبارزه رو شروع کردم، درست است که سیاست مدار نیستم، ولی ضعف سیاست رو میفهمم، سوء سیاست رو میفهمم، دروغگویی رو میفهمم. به همین دلیل است که این رفتار رو توهین به شعور خودم تلقی کردم و این رو آمدم علناً اعلام کردم. حرف دل همه مردم هم هست. ما تازه شروع کردیم. ما بیانیه هایی رو که دادیم، یک بیانیه بوده، دو تا بیانیه بوده و یک نامه با آقای شینزو آبه که خطاب کردیم که طرف مقابل شما ملت ایران هستند و نه این حکومت. ولی چه تا به حال چه برخوردی از طرف مردم داشتید؟ شما گفتین که استقبال شده از این کار، دقیقاً چه نوع استقبالی شده؟ مردم واکنششون چه بوده در مقابل این دو بیانیه شما؟ فعلا چون در حد بیانیه هست، نامه هایی در باب حمایت از همه جبهه ها، شما در خارج از کشور تشریف دارید و بیشتر تسلط دارید به اخبار، اما همونطور که میدونید این حرکت و این نامه‌ای که ما نوشتیم، به زعم من با تمام احترامی که برای اپوزیسیون خارج از کشور قائل هستم، معتقدم ستون و عمودی شده که نقطه اشتراک همه رو داره معرفی میکنه و اکثر گروه‌ها، اهم از جمهوری‌خواه، مشروطه، سلطنت طلب و چپی‌ها، کسان دیگر، همه آمدن دوره این عمود جمع شدند و به یک نقطه اشتراک رسیدند. این نشان قوت این نام است و استقبالی که اونجا من دائم پیام ها برام میاد، اخبار رو دارم رصد میکنم میاد. در داخل کشور ما متاسفانه رسانه‌ای برای انعکاس مطالبمون نداریم. صدا و سیمای ما خلیفه بخشی است. بنده به عنوان یک معلم باز عرض کنم که ببینید این همه کانال در تلویزیون ما هست، در خارج از کشور هست. ما 13 میلیون معلم داریم، 13 میلیون دانش آموز داریم، 1 میلیون معلم داریم و 25-6 میلیون خانواده‌ای که به صورت مستقیم با این معضلات سر و کار دارن، با معضلات آموزش پرورش سر و کار دارن. من حق ندارم بپرسم که چرا شما صدا و سیمای ملی متعلق به این مردم است دارید سوء استفاده ابزاری ازش میکنید؟ چرا کردید این رو بلندگوی یک شخص؟ خطاب بیانیه دوم شما علاوه بر مردم ایران به مردم و دولت‌های جهان هم هست. خواست شما از مردم و دولت‌های دیگه چیه در واقع؟ ببینید، خطاب ما به دستگاه‌های حقوق بشری، ما از همه دستگاه‌های حقوق بشری، از فعالان حقوق بشر، از رسانه‌هایی که در راه ترویج انسانیت تلاش می‌کنن، می‌خوام که نسبت به سرنوشت هزاران انسان بیگناهی که دارن در زندان‌ها بهترین ایام عمرشون رو سپری می‌کنن، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، اجتماعی، ما از این دستگاه انتظار داریم نسبت به این جماعت بی‌تفاوت نباشن. ما می‌خوایم صدامون رو به سازمان ملل متحد برسونیم، به پارلمان اروپا برسونیم، به اونها بگیم که اگر اینها بر سر میز مذاکره آمدند که می آیند، فکر نکنید که همه مشکلات حل شده و مشروعیت اونها ندید. این مردم، اینها، این حکومت، این جمهوری اسلامی با کارهایی که تا حالا کرده مشروعیتش رو نزد مردم از دست داده. حالا ممکنه که شما رو متهم کنن که با دست یاری خواستن از
کشورهای دیگه و از خارج از ایران ممکن شما رو متهم بکنن که دارین عملاً خارجی ها رو دعوت میکنین که در امور داخلی کشورتون مداخله کنن؟ اصلا اینطور نیست. ما خطابمون سازمان ملل است و نهادهای حقوق بشری. بله، اگر دستاویز ما یک کشور دیگر بود حق داشتن و اصلا شأن این گروه اجازه نمیداد که چنین کار رو بکنن. اما خطاب ما سازمان ملله. سازمان ملل ایران یکی از اعضایش سایر کشورهای جهان هستند و برای همین اصلا تأسیس شده، برای اینکه بررسی کنن مشکلات کشورها رو رفع کنن. نهادهای حقوق بشری زیر نظر سازمان ملل که فعالیت‌های خوبی هم دارند، اینها همه گواهی دادند که تا الان حقوق بشر در ایران رعایت نشده. ما از اونها کمک می‌خوایم. صدای ما هرچی جهانی‌تر بشه، مشروعیت اینها کمتر خواهد شد، صدای مونده زیر خاکستر مردم بلندتر خواهد شد. خب حالا شما گفتید در بیانتون که من نقل قول میکنم، ما همگی نبا خشونت که با همین نافرمانی های پیوسته مدنی از شر جمهوری اسلامی خلاصی خواهیم یافت و در یک رفراندوم سراسری و پیش چشم سازمان های بین المللی خود برای سرنوشت خیز تصمیم خواهیم گرفت. چه کسانی یا ارگانهایی قراره که رفراندوم مورد نظر شما رو برگزار بکنن؟ ببینید، به مرور زمان این قضیه معقد میشه. ما شعار اصلیمون رو مطرح کردیم، گفتیم یه جامعه سکولار دموکرات نیاز داریم، جامعه ای که دین کار خودش رو بکنه، سیاست کار خودش رو بکنه. دخالت مذهب تا کنون در دین، در امور سیاسی مملکت سبب شده که قاعده اداره کشور از مسیر خودش خارج بشه، مردم با سختی های زیادی مواجه بشن، بدبختی ها رو تحمل کنن، تئوری های مختلف رو آقایون میچینن و مردم باید در تحریم باشن، مردم باید رنج اقتصادی بکشن. خب ولی سوال من اینه که چطوری میخواین رفراندوم برگزار بکنین؟ شما چون خواستتون اینه که اصلا چون نمیخواین به خشونت دست بیارید، خیلی صریح و روشن گفتید که از طریق نافرمانی های مدنی به هر حال میخواین این کارو بکنید و یک رفراندوم سراسری زیر نظر سازمان های بین المللی برگزار بکنید. بالاخره یک نهادی ارگانی باید این رفراندوم رو برگزار بکنه. اگر خود نظام که نمیکنه، شما به چه شکل میخواین این رفراندوم رو برگزار بکنید؟ ببینید، ما این حرکتی رو که آغاز کردیم گفتیم تا یک مرحله مبارزه است، بعد از اون نافرمانی مدنی. مردم با نافرمانی مدنی می توانند شرایطی رو فراهم کنند که این شرایط اجازه حضور نخبگان سیاسی در کشور رو فراهم کنه، اجازه اپوزیسیون رو در کشور فراهم کنه، به همه اجازه حضور بده. بعد زیر نظر سازمان ملل اینها شورای گذاری مسلماً تشکیل خواهند داد. بنده عرض کردم اهل فن سیاست نیستم، ولی تدابیر رو اونها باید بچینند، باید ببینن به چه شکل و شیوهی میشود این کار رو کرد. نخبگان سیاسی ایران در داخل و خارج، هموطنان عزیز من، اینها باید بشینن قانون اساسی آیندهشون رو بنویسن، برنامه‌ریزی کنن، شورای گذارشون رو تشکیل بدن و این شورای گذار بر اساس اون چی که سازمان ملل معین میکنه، زیر نظر سازمان ملل بیان انتخابات آزاد و دموکراتیک رو برگزار کنن. اما زمینه رسیدن به این انتخابات آزاد و دموکراتیک، عرض کردم، حمایت از این پویچه و تبدیل اون به یک جنبش ملی، این یک مطالبه ملی تبدیل بشه. بله. و وقتی مطالبه ملی تبدیل شد، نافرمانی های دیگر آغاز خواهد شد. من نمونه ای از اون رو عرض کردم، اعتصاباتی که معلمان دارن. بله. اعتصاباتی که کامیوندارها دارن. درسته آقای محمدی، شما ولی موضوع و خواست اصلاح نظام، برگزاری رفراندوم و حتی استعفای رهبری هم بارها مطرح شده، تا به حال هم جز دردسر و زندان برای طراحان اون چیزی به بار نیاورده.
چرا فکر میکنید این بار شما میتونین واقعا این رو به یک خواست ملی همطور که خودتون میخواین تبدیلش بکنین که زمینه برای تغییر فراهم بشه؟ من اقبال مردمی رو دارم میبینم. طراحان نامه‌های قبلی و بیانیه‌های قبلی از درون همین نظام بودند. وقتی بنده دارم عرض می‌کنم که اکثر این مردم از نظام گذر کردند و در یک سکوت قبرستانی به سر می‌برند، دلیلش همین است. اینها از درون همین نظام بودند. مردم نتوانستند به اونها اعتماد کنند. شعار مردم توی اعتراضات گذشته رو شما اگر بررسی کنید، این شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، این ریشه در خواست اصلی مردم داره که این رو تکرار میکنند. لذا بنده خوشبینم و معتقدم که چنین چیزی محقق خواهد شد، هرچند باید تاکتیک نظام در برابر این برخورد رو هم مورد ارزیابی قرار داد. خب حالا صحبت از تاکتیک نظام کردین، شما لحن بیانیه های شما چه در اشاره به خود آقای خامنه‌ای و چه اشاره به جمهوری اسلامی خیلی خصمانه است و نشان دهنده نوعی استیصال و سرخوردگی است. شما البته اشاره کردید که گوشزدهای مصلحان و خیران تا به حال نتیجه جز دردسر برای خودشون نداشته و نظام گوش نداده به حرفای مصلحان جامعه، ولی آیا نگران نیستید که شما هم احیانا به سرنوشت همونها دچار بشید و سر از زندان و به هر حال حبس در بیارید؟ ببینید، این 14 نفر همه با هم متحد شدند به صورت شفاف و بر اساس حقوق خودشون یک مسئله رو مطرح کردند و گفتند که این نظام تمام پلهای عقلانیت رو خراب کرده، دیگه راهی برای روی کرده به اون نمانده است. اینها دست از جان شستند. بنده خودم، ببینید، تجربیات تلخی ما در زمان جنگ داریم. اینجا دوستان ما حضور دارن، جناب آقای مهدوی فر، جناب آقای دکتر جعفری، دوستان دیگر، اینا بچه‌هایی هستند که در جنگ تجربیات تلخ دارن و سرشون هم سرخ است. ما این حرکت رو که شروع کردیم، این سر سرخ رو انداختیم گذاشتیم کنار و راهمون رو داریم ادامه میدیم. ما جانمون رو به سخره گرفتیم. این رو من خطاب به دستگاه‌های حکومتی و امنیتی هم عرض میکنم. ما جانمون رو به سخره گرفتیم، همینطور که در جنگ برای حفظ کیان این مملکت، برای حفظ مرزهای این مملکت و فارغ از بازیگران سیاسی رفتیم، تمام قد ایستادیم. لذا این رو ادامه خواهیم داد. بنده توی یک احضاری داشتم، معاون اداره اطلاعات اومد اونجا، به صراحت بهش گفتم با بچه‌های جنگ در نیفتید، با معلمین در نیفتید، اینها ادب سکوت به خرج میدن، اما زمانی که بخواهند اقدامی بکنند بعید است که بتوانید از پسشون بر بیاید. خب حالا تا به حال آقای محمدی، برای کس یا کسانی از این 14 نفر احیانا مزاحمت ایجاد شده؟ بله، برای تمام این 14 نفر، تمامشون که نه، برای اکثریتشون مشکل ایجاد شده. از بنده بگیرید تا جناب آقای دکتر جعفری که همین الان 13 سال ایشون زندان داره و پروندهش در تجدید نظره. جناب آقای نوریزاد و جناب آقای مهدوی فر، دوتاییشون طی همین چند روز احضار شدن. آقای زرتشت احمدی راغب، آقای واحدیان شاهرودی، بنده خودم چندین بار از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تهدید شدیم. پیام‌های خانوادگی ما رو اینها ببینید، من بهشون گفتم من متاسفم برای دولتی که به شما حقوق می‌پردازه، در زندگی خصوصی مردم گرد واکاوی کنید. اینها یکی از روش‌های رو که اخیراً به کار بردن این بود که برای ایجاد تفرقه بین دوستان پیامک‌های مختلف و دروغ از این برای اون فوروارد می‌کردن، از اون برای اون، از اون برای اون، یک کارهای ساخته و پرداخته، این مثل اون فیلمی که برای برادر ارجمندم جناب آقای خواستار ساخته بودن.
فیلم هایی از 10 سال پیش رو برداشته بودن، با فیلم های بیمارستان مونتاژ کرده بودن و در صدد تخریب. مگر ترور چی هست؟ ترور تنها همین است که بیان اسلحه بردارن روی گوشت بذارن و شلیک کنن؟ نه، ترور شخصیت هم هست. ساختن این فیلم ها نوعی کار تروریستیه. این نظام داره حرکت های تروریستی انجام میده، شکل و شیوهش رو تغییر داده. در سالیان بسیار خوب آقای محمدی، شما همطور که خودتون هم گفتین معلم هستید و تا به حال هم بیشتر در حوزه صنفی معلمان فعال بودید. چطور از مبارزه صنفی به مبارزه تمام عیار سیاسی روی آوردید؟ این رو باید از حکومت پرسید. این رو باید از زجر و عذابی که برای جامعه فرهنگی فراهم کرده پرسید. این رو باید از دستگاهی پرسید که وعده های دروغ به بازنشستگان ما که هر روز کف خیابان هستند بد پرسید. این رو باید آیه رئیس جمهور و وزیر آموزش پرورش که این مرکز و این دارالعلم رو دستاویز سیاست بازی ها و دستاویز سیاست کاری های خودشون دارن قرار میدن بد پرسید. اصلا تعلیم و تربیت رو دارن از مسیر اصلیش خارج میکنن. مدارس ما شده سربازخانه. اینها انتظار دارن ما سرباز بار بیاریم، ما غلام بار بیاریم، معلم غلام پرور باشد. اینها معضلات من بدبختی های رو در فضای آموزشی دارم میبینم و بعد مقایسه میکنم به عنوان یک معلم با حیف و میل پول مردم که در کشورهای دیگر و برای اختشاش در منطقه داره هزینه میشه. ملت ما ملت نودوستی هستن، ملت آرامی هستن. سنت های دیرینه ما این مردم رو معرفی کرده. همین الان توریست هایی که تشریف میارن ایران، اگر به گروگان این حکومت گرفته نشن به بهانه بازی های سیاسی، کسانی هستن که وقتی از ایران میرن فیلم میسازن و مردم ایران رو یکی از بهترین مردمان جهان معرفی میکنن. خیلی متشکرم آقای جواد لعل محمدی، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر.